الله میگه فلا وربک لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن، مؤمن نیستن. کی نیست یا الله؟ حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. اینجا سه شرط بیان میکنه، سه شرط است. حالا شما این سه شرط را سعی کنین که باید انسانی که میخواد که مسلمان واقعی باشه، مؤمن واقعی باشه، باید این سه شرط در وجودش باشه. هر کس کاغذ قلم پیش خود بگیره و یادداشت بگیره و بگه که خب امی سه شرط در وجود من هست یا نیست، هر کس خودش خود قضاوت بکنه که امی سه شرطی که گفته که ایمان نداره مگر سه شرط از ای آیت شریف. ببینید امی سه شرط در وجود ما هست. شرط اول است حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، که این حکم قرار تو را نتا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در اختلافات خود. حالا ببینید ما مثلا اختلافات چی هست؟ اختلافات گاهی سیاسی می باشه، گاهی اقتصادی می باشه، گاهی اختلافات فامیلی می باشه، گاهی اختلافات مثلا در مسائل احکام و شریعت و دین می باشه، گاهی اختلافات مذهبی می باشه. ببین مجموع اختلافات است. اینجا الله میگه که تو وقت مسلمان هستی، تو وقت مؤمن هستی، که وقت در کدام چیز دو نفر اختلاف پیدا کردن چی میکنن؟ حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میده. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، یک کسی میگه آخه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، حکم احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میده. من برای شما در یک مسئله اختلاف دارم، اردوی ما در سر یک مسئله اختلاف داریم، من میگم که این قسم است، شما میگین این قسم است. آل بین ما حکم کی را قرار بدیم؟ اگر ما گفتیم که حکم آجی صاحب قرار میدیم، اینجا ضربه به ایمان ما رسید. اگر گفتیم که حکم لوی جرگر قرار میدین، در ایمان ما ضربه رسید، الله میگه مؤمن نیستین. اگر گفتیم حکم قانون قرار میدین، بریم که قوانین چی میگن، میگه ایمان نداریم. خطرناک است. حکم فلانی شیخ قرار بدیم، نظر از او چی است؟ نظرش چی است؟ مؤمن میگه نیستیم. خیچی را حکم قرار بدیم، میریم به احادیث و به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسئله آیت قرآن چی میگه؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم تشریح و توضیح کرده. آیا امی قسم ما داریم؟ داروسیتان شما جوان هستین میخواین ازدواج بکنین، داروسیتان الله میگه تو مؤمن نیستی تا وقتی که در مسائل عروسی مطابق قرآن و سنت فیصله نکنی. اکثرا جوان ها هست خوب دیندار است، خوب نماز میخونه، وقتی که مسئله عروسی شد میگه رواج ما این قسم است. رواج هم یک بت از دبین قلب. چرا؟ و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، آیت قرآن میگه که وقتی بچه‌ها گفته شده که اتبعوا مطابقت بکنین از ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، بلکه میگه یا ما مطابقت میکنیم آنچه که رواج های ما است، پدرای ما بر ما مانده. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، الله میگه پدرایشان عقل هم نداشتن و هدایت هم نشده بودن. این عادت مردمای جاهلیت بود. پس شما سعی کنین که یکی از بت‌های خطرناکی که در عصر قبل از عصر رسول الله صلی الله علیه و آله بود، بت چی بود؟ بت رواج است، بت عادات است، بت تقالید است، مجسمه هستی در قلب است. افرائیت من اتخذ الهه و هوا، شما سعی کنید اینجا آیت قرآن میگه که اینه دی کسایی که معبود خود چی نگرفته؟ خواسته های نفس خود نگرفته. آلی خواسته نفس خود مجسمه نیست که پیش روید بانی برش سجده بکنی، بلکه مطابعت از خواسته های نفس، از قوانین از این اینه میگشتانه نشست. افرائیت من اتخذ اله، اله ما شما گفتیم کسره میگه که ذاتش عبادت میشه و قانون شریعت چی میشه؟ تطبیق میشه. پس الله میگه ندیدی کسایی که افرائیت من اتخذ الهه، معبود خود که او را عبادت میکنه، از احکام از اطاعت میکنه، کی است؟ خواسته های نفسش است. و آیت دیگه میگه که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آبانا، بلکه ما مطابقت میکنیم آنچه را که ما الفت گرفتیم از کی؟ از پدران ما. خب اینا لیست شرطی که در آیت قرآن که میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم از به پروردگارت که اینا ایمان ندارن، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. خب مثلا یک نفر میگه که ولاسه ما یک اختلاف داشتیم، فلانی عالم آمد و مطابق آیت قرآن و احادیث بر ما خواند و عمل کردیم،
ایمان ما صحیح شد؟ میگن نه، ایمان صحیح نیست، شرط دوم داره. شرط دوم چی است؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. باز در فیصله حرج و دلتنگ نباشه. بعضی کسا هست که احکام بشنوه میگه والا سید من خو قبول کردم، من خو قبول کردم همین نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندم، سر هر آیت توقف کردم، نه، اما دلتنگ است. میگه والا بسیار دلم تنگ است، همین کاش که قسم نمیخوانه میره زود میخوانه، یا من همین فیصله را همین قضیه قبول کردم، کاش که قسم نمیشد، والا دلش تنگ است، قبول کرده. لیکن الله میگه ایمانت وقت قبول میشه که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. از فیصله های رسول الله صلی الله علیه و سلم باید دل تنگ نباشه. خب یک نفر میگه من فیصله را هم قبول کردم و دلم هم تنگ نیست، ایمانم تکمیل شد، آیت قرآن میگه نه، یک شرط دیگه هم داره، باید سه شرط در وجود تو پیدا شه. و شرط سوم چی هست؟ و یسلم تسلیما، که به قرآن و بر سنت 100% تسلیم باید شوی.